اینجا کارگاه خانگی جوانی هنرمند و خوش‌ذوق ربات کریمیه، جایی که در اون ظروف شیشه‌ای و کریستال ساده به مدد فکر و هنر خلاق به ظرف‌های زیبا با نقش‌های چشم نواز تبدیل میشن. پیشرفتی‌های خامی که مثلا الان توی کارخانه‌های خود کشور ایرانمون تولید شده تحویل میگیریم، روش تراش و طراحی انجام میدیم. بعد فرق قیمتش مثلا این خام اگه در بیاد به فرض 50,000 تومان، این که روش تراش انجام میشه میشه 150,000 تومان. همین کار نمونه‌های خارجیش هم هست که وارد کشور میشه، حدود 200,000 تومان 300,000 تومان فرق قیمتش با همین کارهای ماه، در صورتی که ما هم قشنگتر میتونیم انجام بدیم، هم اشتغال زایی میکنیم. این جوان تنها با ایده های خلاقانه خودش و بدون نیاز به سرمایه کلان تونسته تا حالا برای 30 نفر اشتغال ایجاد کنه. دفعه 2 الی 3 ماهه که اونجا آموزش دیدم و یاد گرفتم، بعد خدا رو شکر میتونم این کارو انجام بدم و یه کمک خرج خانواده‌ام باشم. هر چقدر که بیشتر کار کنم درآمدم هم بیشتره. به درآمد کمک خرج اقتصاد خانواده‌ام. بیش از 2 ماه از آغاز سال حمایت از کالای ایرانی میگذره. هر کدوم از ما چقدر در تحقق شعار امسال موثر بودیم. ایجاد اولویت در استفاده از کالاهای ایرانی مهمترین اصلیه که رعایت اون نشون میده که دینمونو در سال حمایت از کالای ایرانی ادا کردیم.